تنش آمریکا و جمهوری اسلامی وارد دور تازه‌ای شده و شاخص اون اینه که در این دور تازه تبلیغات جنگی و جنگ روانی. اما این تنش ها به کجا میره؟ موقعیت این مقدار پیچیده است و متغیر. البته خبرهای متناقضی میرسه. از یک طرف بازیگران آقای دونالد ترامپ ایران رو تهدید به نابودی میکنه، از طرف دیگه در ملاقاتش با نخست وزیر ژاپن میگه که با همین رژیم هم میشود مذاکره کرد و اونها را به مذاکره دعوت میکنه و میگه که اینا میتونن بمونن، ایران رو تقویت بکنن، ثروتمند بکنن و میزنه زیر رژیم چنج. اطرافیان ترامپ چیزی دیگه میگن. خامنه ای میگه که مذاکره نمیکنه، مذاکره سمه، ولی جنگ هم نمیشه. کارشناس های خیلی زیادی هم تحلیل کردن، ارزیابی کردن طی این چند هفته که جنگ در چشم‌انداز نیست. همراه هستیم با فریدا آفاری و سینا زکاوت از اتحادیه سوسیالیستای خاورمیانه. ارزیابی اونا رو میشنویم از این وضعیت به وجود اومده در شرایط امروز. درود بر تو فریدای آفاری. سلام بر شما. و درود بر تو سینا. سلام. خب شما ارتباطات گسترده‌ای دارین با چپ‌های سوسیالیست خاورمیانه، به خصوص چپ‌های سوری مخالف رژیم بشار اسد. بذارید این گفتگو رو با این شروع بکنیم که ببینیم نظر اونا چیه، ارزیابی اونا چی هست، نگاهشون چی میگن راجع به این تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا در این دور تازه از جنگ روانی و این تبلیغات جنگی. فریدا از تو شروع میکنیم. خب چپ‌های سوری که در سازمان ما هستن و ما باشون در تماسیم، مسلماً مخالف جنگ مستقیم یا هر نوع جنگ آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل علیه ایرانن. اونا با مردم ایران و مبارزات درون ایران ابراز همبستگی میکنن. ولی چپ‌های سوری مدت هاست که در انتظار بودن که خیزشی در ایران صورت بگیره و خواهان خروج کامل نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه، لبنان، عراق و تا حدی یمن بشه و خیلی امیدوار شدن بعد از خیزش دیماه 1396 و امیدوار بودن که در اون زمان این خروج انجام بگیره، چون اون جنبش خیزش دیما هم خواستار براندازی رژیم جمهوری اسلامی شد، هم خواستار خروج نیروهاش از منطقه. اما متاسفانه در تظاهراتی که بعداً صورت گرفت، اعتصابات و مبارزاتی که طی یک سال و نیمه گذشته ادامه داشته، این مسئله دخالت‌های نظامی ایران در منطقه اصلا کم رنگ شده یا حتی مطرح نشده و این یه مقدار مایه تعجب این سوری هاست. در هر صورت حرفشون اینه که تا وقتی که جمهوری اسلامی این حضور گسترده نظامی رو داره در منطقه، نه مردم ایران میتونن آزاد باشن، رژیم اقتدارگرا حفظ خواهد شد در ایران و نه مردم منطقه میتونن خیزش کنن و یه همبستگی واقعی ایجاد بشه، همبستگی کارگری، همبستگی و مبنای رهایی بین مردم منطقه. سینا مطمئنم که میخواد نکات جدیدی به این مبحث. سینا تو هم روابط و گسترده‌ای داری با سوری ها، چپ های سوری، اونا چی میگن؟ همین چیزایی که فریده جان اشاره کردن و برای من واقعا هر دفعه که بحث جنگ آمریکا، حمله آمریکا به ایران میشه و من ریاکشن دوستای سوری رو میبینم، واقعا هم یه جورای شرمنده میشم، هم واقعا بهشون افتخار میکنم که با این همه درد و بلایی که ایران تو کشورشون به وجود آورده، اینا هنوز حمایت نمیکنن از جنگ آمریکا به ایران به دلیل احساسات انسان دوستانشون و بشر دوستانشون یه دلیل، و دلیل دیگرش هم اینه که میدونن لزوما
حمله آمریکا به ایران از ایران ممکنه که برای اونا حتی راه حل بهتری نباشه. یعنی دولت ایران در سخت‌ترین شرایط این حضورش رو در سوریه نگه داشته و انقدر گروه های مختلفی اونجا هستن که شبه نظامی، یعنی لزوماً مستقیماً به دولت ایران وابسته نیستن، ولی خب از راه مختلف از ایران حمایت میشن. در نتیجه میدونن که پیچیده که انقدر مسائل سوریه زیاده که لزوماً بمبارون کردن ایران مسئله رو حل نخواهد کرد. و این یه برداشت اشتباهی که من خیلی از ایرانیای دوستای اصلاح طلب من شنیدم که میگن این سوریه حمایت میکنن از جنگ آمریکا تو ایران، و هیچ وقت من حتی یک سوریه هم ندیدم که تو این هر سال که حمایت کنه از جنگ آمریکا علیه ایران. مثلا که راه حلی نیست اصلا برای اونا، لزوما تنها جنگ رو بیشتر میکنه تو منطقه فقط. تو این چند هفته خیلی صحبت شده درباره این فضای جنگی، تبلیغات جنگی و تنشه آمریکا ایران. اغلب تحلیلگرا از ایرانش‌های مختلف جنگ رو در چشم‌انداز نمی‌دونن. خب اگر جنگ در چشم‌انداز نیست، چرا باید ما اینقدر متمرکز باشیم درباره این موضوع صحبت بکنیم؟ فریدا، من حقیقتش جنگ رو در چشم‌انداز می‌بینم، به این معنی که اولا که خب طی دو هفته گذشته دولت آمریکا یه ناو هواپیمابر به خلیج فرستاده و بمب افکن‌های B-52 و یه سیستم موشک ضد موشکی، و حالا طی هفته گذشته گفته که دولت ترامپ گفته که انفجار چند کشتی در آبهای امارات متحده عربی و اون بمب‌هایی که به سوی عربستان پرتاب شد، موشک‌هایی که به سوی عربستان پرتاب شد از سوی روسیه، اینها همه کار جمهوری اسلامی بوده. و علاوه بر اون دولت ترامپ فرمان داد که فروش اسلحه به عربستان سعودی دوباره اثر گرفته بشه. بر چه اساسی؟ بر این اساس که ایران خطر اصلیه و ما چون خطر ایران رو حس میکنیم باید به عربستان سعودی اسلحه بفروشیم. اینا همه علائم اینه که اگه حتی آمریکا نخواد جنگ مستقیم رو علیه ایران شروع کنه، عربستان سعودی این کار رو میکنه با کمک اسرائیل و با کمک آمریکا. خب پس این صحبتهای ترامپ که با نخست وزیر ژاپن داشت، گفت که ما خسار جنگ نیستیم و اساسا خسار رژیم چنج هم نیستیم، همچین حرفایی رو زده. اساسا شاید همه اینها برای فضایی باشه برای فروش بیشتر تسلیحات. هم اون، خب اون یه بخشیشه، ولی خب کلن هدف ترامپ، هدف اصلی ترامپ اینه که اسرائیل و عربستان سعودی رو تقویت کنه در منطقه، اذهان مردم آمریکا رو منحرف کنه از بلاهایی که دولت ترامپ و این رژیم اقتدارگرا در آمریکا داره به سرشون میاره، حمله به حقوق کارگری، به حقوق زنان، به حقوق سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها و مهاجران مسلمانان. و سوم این که مایک پومپئو در سخنرانیش خطاب به گروهی از طرفدارانش در واشنگتن حدود یک ماه پیش گفته بود که ما تغییر رژیم میخوایم، ولی نه به اون معنی که شما فکر میکنین. ما میخوایم کسانی سر کار باشن که از منافع دولت آمریکا حمایت میکنن. لزوما به این معنی نیست که کل ساختار این رژیم تغییر کنه. اونه هدفشون، اونه. سینا منم کاملا موافقم با برداشت فایده جان، به خاطر اینکه احساس میکنم با اینکه آمریکا خودش حرفای ضد و نقیض این برانور زیاد زده راجع به هدف اصلیش برای میلیتاریزه کردن شرایط، ولی شاید خود آمریکا و خود ترامپ اگه حتی اگه تمایلی به
یه رو در روی حمله نظامی دایرکت با ایران نداشته باشن. ولی من فکر کنم، منم موافقم که عربستان به خصوص، شاید بیشتر از اسرائیل فکر کنم، علاقه این فشار رو میاره، داره میاره که یه رو در روی علنی بین آمریکا و ایران صورت بگیره. ولی به نظر من، من خودم فکر میکنم که صحبت توجه ما نباید به این قضیه خیلی باشه که آیا این واقعی هست یا نیست، میشه نمیشه، چون ممکنه هر لحظه هر خطایی اتفاق کوتاه یه های حمله نظامی شروع بشه، همون اتفاقی که توی عراق افتاد. اینا خب باید ما حواستون کجا باشه، ما باید روی چه چیزی به نظر من این ما باید با این بحرانی که اینا به وجود آوردن باید باش درگیر بشیم. این چون که این ترس و فضای بحرانی و میلیتاریزه، اصلا دیسکورس جنگ و میلیتاریزه و این فضای بحرانی که اینا به وجود میارن، این یه راه حلی برای همه این نظام هاست، این دولت هاست به نظر من. یعنی این دولت ها با به وجود آوردن این بحران، حالا چه واقعی چه تصوری، اینا میخوان که شرایط رو به خفقان بیشتری بکشونن و یعنی این دولت ها خودشون بحران هستن در اصل. خب روی و... کرده ما با چگونه باش روی کرده اپوزیسیون؟ من به نظر خودم این ترس از جنگ باید جدی گرفته بشه. این که ما بگیم نه ما نمیخوایم خیلی روی این حرفای آمریکا حساب باز کنیم و جنگ به وجود ممکن نباشه، شاید واقعا احتمالش هست، واقعا شاید باشه شاید نباشه، ولی ما بگم همیشه میتونیم یه پوزیشنی بگیریم که هم نه هم جنگ و میلیتاریزه شدن بیشتر به خاورمیانه رو جلوشو بگیره و اینکه از صداهای جنبش های آزادی خواه و ضد سرکوب گرایانه توی منطقه حمایت بشه. این واقعا تناقضی به نظر من وجود نداره، یعنی از نظر خیلی ها این تناقضی وجود نداره بین این ضد جنگ بودن و حمایت از قدرت گرفتن گروه های کارگران و زنان و دانشجو. این یه جنبشه به نظر من و اگه ما خیلی بریم به اون صحبت هایی که آیا جنگ وجود میاد نمیاد، اتفاق میفته نمیفته، پس به نظر من یه ذره ممکنه از شرط اصلی ما رو منحرف، از دیسکورس اصلی ما رو منحرف کنیم. متشکر. ولی خب تو چی فکر میکنین روی کرد نسبت به این وضعیتی که به وجود اومده، این شرایط جنگی، تنش، باید چگونه باشه؟ یا شما خودتون روی کردتون چگونه هست؟ خب به نظر من ما خوشبختانه کمبود اعتراضات داخل ایران نداریم، کارگری، زنان، اقلیت‌های ستم دیده، معلمان، خانواده‌های زندانیان سیاسی. من فکر می‌کنم که این مسئله خروج نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه، لبنان، عراق، یمن باید تبدیل بشه به یه مسئله اصلی، یعنی این و همچنین پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، پایان دادن به برنامه مشترکش. اینا بهانه هایی است که دولت های ترامپ و اسرائیل و عربستان دارن برای جنگ و واقعیت امر اینه که دولت ایران ویران کرده منطقه رو با دخالت نظامیش در سوریه، لبنان، عراق، کمکش به حوثی ها، برنامه اتمیش صدمه زده به مردم ایران. ما نه به سلاح اتمی احتیاج داریم، نه حتی به انرژی اتمی احتیاج داریم، برنامه موشکیش هم اینطور. اینا واقعا برنامه های جنگ افروزانه است. بنابراین به نظر من اعتراضات درون ایران لازم اینو مطرح کنن و دارن این کارو میکنن. کمون که میخوام اشاره کنم به یه تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز یک شنبه 5 خرداد در اعتراض به تحریم های خارجی و سرکوب داخلی و گفتن که میخواهیم میان این دوگانه کاذب و کذایی باز هم صدایمان را بلند کنیم، نه به جنگ، نه به تحریم، نه به اقتدارگرایی. ما به حاکمان داخلی هشدار میدهیم که شما هم حق ندارید با زندگی و زیست هر روزه مردم قمار کنید، حق ندارید مصالح عمومی مردم را پای سیاست‌های پرمخاطره قربانی کنید. ما احتیاج داریم به اعتراضاتی مشابه این در سطح کل کشور. متشکر فریده. خب سینا تو
چی فکر میکنیم؟ من کاملا موافقم با فریده جان. یعنی فکر کنم ما داریم به یه زمانی رسیدیم که این دوگانگی ها دیگه واقعا کهنه شدن. یعنی واقعا ما به یه دوره جدیدی الان رسیدیم که واقعا راه سوم دیگه کاملا جلو چشمون. یعنی دیگه نمیتونیم نفی کنیم که این راه سومی که آقا جان ما نه جنگ میخوایم، نه دیکتاتورشی، نه جنگ میخوایم، نه سرکوب داخلی. این نباید، یعنی دیگه فکر کنم الان کاملا واضح شده برای خیلی ها، داخل ایران، خارج ایران، ایرانی ها، خارجی ها، سوسیالیست های خارجی، همه مشخص شده که دیگه وقتشه که اصلا خاورمیانه از این دوگانگی های امپریالیسم یا دیکتاتورشیپ داخلی، اتوریتریان داخلی دیگه اومدن بیرون. یعنی واقعا بهار، جنبش بهار عربی و اینا واقعا این دوگانگی ها دیگه متلاشی کردن. میرسیم به نقش و وظایف اپوزیسیون، مخالفان جمهوری اسلامی. به طور ویژه شما به عنوان یک سوسیالیست فکر میکنید که وظیفه سوسیالیستا نسبت به این تنش، به این بحرانی که به وجود اومده چگونه باید باشه؟ مثلا صدای سوم رو طرح میکنن، نه جنگ، نه رژیم، رژیم جمهوری اسلامی. اینو بازش بکنید، صدای سوم چی نیست؟ میخواییم که سینا جواب بده یا من؟ فرق نمی کنه، شما بایده جان، شما اول. بسیار خوب. خب به نظر من ما این گفتمان مخالفت با جنگ رو و دخالت های نظامی ایران در منطقه و برنامه اتمی موشکی رو، اینو باید کاملا مطرح کنیم، منتها متمایزش کنیم محتواش رو از اون نوعی که ناسیونالیستای سلطنت طلب طرفدار دخالت نظامی آمریکا دارن اینو مطرح میکنن، چون اونا هم میگن مخالف دخالت نظامی ایران در منطقه. به نظر من نقش چپ سوسیالیست اینه که رابطه بین جنگ و سرمایه‌داری رو مطرح کنه. یعنی نشون بده که جنگ و سرمایه‌داری از هم جدا ناپذیرن. سرمایه‌داری همیشه در مسیر جنگ افروزی پیش میره و در این حال رابطه بین مبارزه با جنگ و مبارزه با رژیم و اهمیت حمایت از جنبش زنان، جنبش کارگری، اقلیت‌های ستمدیده، یعنی اینا رو باید واقعا مطرح کنیم. مثلا مبارزه با زن ستیزی، مبارزه با پدرسالاری، حقوق اقلیت‌های ملی در ایران، مسئله حق خود مختاری اقلیت‌های ملی در ایران باید مطرح بشه. ما همیشه میگیم تا صحبت این مسئله میشه میگیم جدایی طلب، این جدایی طلب، و اصلا مطرح نمی‌کنیم. خب چطور میشه که یک کشوری داشته باشیم که درش این اقلیت‌های ملی هم حقوقشون به رسمیت شناخته بشه بدون اینکه صحبت از جدایی طلبی بکنیم؟ مسئله حمایت از کلیه اقلیت‌های ستمدیده، مذهبی، جنسی و همبستگی با خیزش‌های مردمی در سودان و در الجزایر. الان دو تا خیزش مردمی بسیار استثنایی در سودان و در الجزایر در حال وقوعه که هر دوشون هم دارن با دولت‌های نظامی مبارزه می‌کنن و خیلی حرفا ما برای گفتن داریم با هم دیگه. و اگر که یه جنبشی در ایران پا بگیره که بتونه پایان بده به دخالت های نظامی ایران در منطقه، اولا که خیلی عربستان سعودی ضعیف میشه از این لحاظ، برای اینکه یه مبنای اصلی این جنگ افروزی عربستان سعودی اینه که میگه ایران یه خطر اصلی در منطقه. اگه عربستان سعودی ضعیف بشه، کمکی که عربستان سعودی الان داره به دولت سودان میکنه خیلی کمتر خواهد شد و کلن این دولت های نظامی سودان و الجزایر هم تضعیف خواهند شد. اینا باید موضوعاتی باشه که ما الان مطرح میخواییم بکنیم و اساس و پایش هم باید باشه که ما هم مخالف سرمایه‌داری دولتی هستیم، هم مخالف سرمایه‌داری خصوصی. ما الان در ایران با یه سرمایه‌داری دولتی نظامی رو در رویم، منتها این گفتمان این که فقط مقابله کنیم با خصوصی سازی اصلا مسئله رو در واقعیتش مطرح نمی کنه.
مطرح نمی‌کنه که ما اصلا با چه نظامی رو در روی اینا رو باید مطرح کنیم، روشنگری کنیم، تحلیل ارائه بدیم تا مردم روشن بشن که جریان واقعا چیه، مقابله با جنگ بر چه اساسی میتونه پیش بره، و در اون صورت فکر میکنم چپ سوسیالیسم میتونه تاثیر مثبتی بگذاره. سینا شاید تو نکته داشته باشی بی اضافه بکنیم، منتها من میخواستم یک پرسش دیگه هم بکنم که همبستگی بین‌المللی با مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و علیه جنگ این چگونه میتونه پدید بیاد یا رشد بکنه، گسترش پیدا کنه؟ این از من بود یا پس تو سوال شما از شما پرسیدم؟ همبستگی بین‌المللی، این سوال همبستگی بین‌المللی الان خیلی کلن تو کل دنیا الان یه بحث برانگیزه، فقط تو مسئله ایران نیست، یعنی جنبش های شما هر جا رو نگاه میکنین همه این درباره اهمیت همبستگی بین‌المللی خیلی صحبت میشه. اما همه که شما میگیم قدم های اصلی برای به وجود آوردن این همبستگی بین‌المللی هنوز یه ذره مبهمه، یعنی هنوز یه ذره برای خیلی سخته که بگیم خب ما به عنوان قدم های واقعی و چی کار میتونیم بکنیم. به نظر من همونجوری که فرید اونجا گفتم یه چیزی که خیلی جلوی همبستگی های نه فقط بین‌المللی، من میخوام حتی بگم همبستگی های منطقه‌ای حتی برای ما فکر کنم خیلی بیشتره تا اینترنشنال، با اینکه همون معنی اینترنشنال رو میده، ولی الان یه بحرانی که تو منطقه هست و یه نیاز به یه جنبش های منطقه‌ای داریم ما، نه فقط اینترنشنال، چون واقعا متاسفانه چپ های خیلی از قسمت های بزرگی از چپ های آمریکا و تو اروپا سکوت کردن درباره سرکوب های تو منطقه و حتی حمایت میکنن خیلی هاشون از دولت ایران به عنوان یه دولت آنتی امپریالیست، و این یه مسئله که ما سالهاست درگیرش بودیم خارج از ایران با چپ ها و آنتی امپریالیست غربی که اینا هر وقت مثلا یه سران دولت ایران میان سفر میکنن، میرن باشون جلسه دارن، میرن باشون شام میخورن، غذا میخورن و هم دیگر رو حمایت میکنن، یا اون گروه ضد جنگ کود پینک بود که رفت اخیراً ایران و با آقای ظریف عکس گرفتن و یعنی ما یعنی خیلی از خیلی لحاظ ها متاسفانه چپ غرب دشمن ماست متاسفانه، برای همین ما نیاز به یه نیروهای جدید چپ داریم که منطقی شاید بیشتر به وجود میان، که ما هممون میدونیم که نمیتونیم حمایت بکنیم از این دولت ها، و یه چیزی که خیلی بنظر من جلو این همبستگی ها رو واقعا گرفته همچنین هستش فرید جان اشاره کردم بهشون و ناسیونالیسم ایرانی. به نظر من ناسیونالیسم، عرب ستیزی، اینا یه چیزی که توی ساختار دولت ملت ایران وجود داره و الان وقتشه که چپ راه سوم که ما داریم دربارش صحبت میکنیم یا چپ بین الملل، چپ پیشرو، این قضیه رو واقعا بشکافه از همه و نشون بده که رابطه ناسیونالیسم با رابطه مستقیم ناسیونالیسم و میلیتاریزه شدن با چپاول ثروت مردم، حق مردم، چپاول کارگران داخل ایران، یعنی واقعا خیلی عجیبه، چون که خیلی توی تظاهرات های دیما یه شعاری که بود گفتن سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، یعنی این شعار از دل جنبش دیما به وجود اومد، یعنی بودن کسایی که از طبقه کارگر، از طبقه منزوی شده تو ایران، از اقوام و قومیت های سرکوب شده تو ایران، از احواز گرفتیم تا که جای دیگه، این خواسته رو آوردن و به عنوان یه خواسته عمومی تو خیابون‌ها شعار دادن، یعنی این واضح بود که از طبقه پایین، از طبقه کارگر این خواسته هست که جنگ پایان برسه، اما چون چپ ایران هم مثل چپ‌های دیگه از ناسیونالیسم صدمه دیده و خدشه‌دار شده، لیدرشپ این قضیه، این شعار رو جدی نگرفت، لیدرشپ چپ ناسیونالیسم قدیمی ایران، یعنی این قضیه رو هی این شعار رو نادیده گرفتن،
و حتی اگر حمایت کردن از جنبش های دی ما، ولی نه این صدا رو نشنیدن که مردم توی این تظاهرات ها رابطه مستقیم بین شرایط اسفناکشون و جنگ توی منطقه به وجود آوردن. و این وظیفه چپ پیشروه که این شعار رو برداره و یه جنبش ازش به وجود بیاره. این یه خواسته ایه که نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای مردم سوریه، برای مردم کل منطقه جنگ ضرر داره. و چرا ما این رو نباید جدی بگیریم؟ فریداد نکته‌ای داری اضافه کنیم؟ نه خیلی ممنونم، واقعا لذت بردم از شنیدن صحبت‌های سینا و موافقم که این مشکل چپ کپچی که فقط امپریالیسم و امپریالیسم آمریکا می‌بینه و اصلا درک نمی‌کنه که امپریالیسم الان صور مختلف داره. امپریالیسم روس داریم، امپریالیسم چینی داریم، خورده امپریالیسم داریم در منطقه و رابطه بین امپریالیسم و سرمایه داری که چطور میشه گفت ضد امپریالیسمی وقتی که ضد سرمایه داری نیستیم یا برعکس. اینا متاسفانه اینا بدیهیاتی که به نظر میاد که اصلا چپ عمده چپ ایرانی اینا رو درک نکرده. و همونطور که زمان انقلاب 1357 صدمه دیدیم و نصف گفتمان که چون امپریالیسم آمریکا دشمن اصلیه باید در مورد خمینی سکوت کنیم، حالا هم به صور دیگه داریم نتایجش رو میبینیم. فرید شما تاکید زیادی دارین روی تشنج زدایی توی منطقه، چون به هر حال به جنگ میرسه دیگه بین دولت ها. یعنی اگر این تشنج زدایی بین دولت ها نباشد تبدیل میشه به تشنج زایی. خب اون این تشنج زایی موجب تحکیم رژیم های مستقر منطقه نمیشه از جمله جمهوری اسلامی؟ اگر که آیا باید با چیزی درامیخته بشه سوای این؟ ببخشید سوالتون رو خوب متوجه نشدم، ممنون میشم اگه دوباره سوالتون رو مطرح کنید. گفتم که شما تاکید میکنید یکی از پایه‌های جنگ تشنج در منطقه است بین دولت‌های خاورمیانه. خب در نتیجه خواستار تشنج‌زایی هستین و این تشنج‌زایی خب میتواند منجر به وضعیت مستقری بشه که موجب تحکیم رژیم‌های کنونی بشه. من خواستار تشنج‌زدایی ام و میگم که تشنج‌زدایی از این طریق صورت میگیره که مردم ایران بگن که ما نمیخوایم دولت ایران در منطقه حضور نظامی داشته باشه، نمیخوایم برنامه اتمی و موشکی داشته باشیم. به نظر من این یه پایه و اساس تشنج‌زدایی خواهد بود، چون بهانه‌ای که کشورهای دیگه منطقه و آمریکا دارن فعلا اینه که ایران یه قدرت نظامی در منطقه و باید از این کشورها خارج بشه، برنامه اتمی و موشکی داره. منظور من این بود. سینا نکته داری؟ من موافقم که تشنج‌زدایی مهمه، چون که با این بحران تشنج مصنوعی که اینا خودشون به وجود میارن، بحران و تشنج واقعی داخلی رو اینا یه امر نامرئی خوان نشون بدن که میگن وجود نداره، بحران همیشه خارجیه با برای مقابله با دشمن، حالا هرچی که هست. این هی جلوی واضح شدن بحران داخلی رو میگیره و هرچی ما بتونیم این تشنج ها و بحران های برونگرا رو صداشون رو کمتر کنیم که نشون بدیم که این واقعا تشنج مصنوعی و منوفکچر شده است و بیان بحران واقعی که داخل این کشور هستن اینا رو ما باید اینا رو میتونیم بیاریم توی سطح، یعنی بیاریم نشون بدیم که مسائل اصلی بحران داخلیه و جنگ همیشه بحران مصنوعی و اصلا برای راه حلی برای این دولت هاست جنگ. اینا راه حل میدونن جنگ رو برای خودشون، یعنی ما جنگ ایران عراق هم دیدیم بعد از انقلاب که راه حلی بود برای
این دولت جمهوری اسلامی که از اون تشرد متشنج داخلی بیاد بیرون. برای همین ما همیشه باید سعی بکنیم که به نظر من موافق با فریده جون این تشنج زدایی خیلی مهمه و اینکه تنفر به وجود میاره بین مردم توی منطقه و سکتریان میکنه فضا رو و این برای آینده برای منطقه دوباره ضرر داره. یعنی این جنگ این کشتاری که ایران خب دست سوریه میکنه، خب معلومه کسایی که خانواده‌هاشون کشته شدن همون مثل خانواده‌های کسای فلسطینی که اسرائیل خانواده‌هاشون کشته زمیناشون رو گرفته، اینا خب یه تنفری به وجود میاره که خب این تنفر بعدا تو آینده ممکنه به ضرر دوباره، یعنی باز جنگ میشه به وجود میاد. یعنی ما از هر طرفش نگاه کنیم این دیسکورس جنگ و میلیتاریزه شدن به ضرر نیروهای پیشرو، نیروهای انسانی، نیروهای سوسیالیسم هستش. من به سر سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. اگر نکته ای مونده فریدا میخوای اشاره بکنی بهش در پایان؟ نه، در پایان فقط خواستم بگم که من واقعا امیدوارم به این اعتراضات درون ایران، مبارزات کارگری، زنان، معلمان، اقلیت‌های ستمدیده، و به نظر من امید ما باید بسته بشه به همین اعتراضات و تعمیق محتوای این اعتراضات. سینا زکاوت و فریدا آفاری، بسیار از حضورتون سپاسگزارم در این گفتگو. ممنون سعید جان.